بیدار بسر با تو برم خیر و سفر به هر کجا گذار کنم در زیر تاب آسمون دور از نگاه این و اون با تو شبی سهر کنم خدا کنم تابت کنم حلقه تو در دست به دست همیشه با هم زیر آسمون صاف در دامن ایسا زمین با خوشی به سر کنیم آسوده از هر جورتی میرسه روزی که ما هم دست به دست همیشه با هم زیر آسمون صاف در دامن ایسا زمین با خوشی به سر کنیم آسوده از هر جورتی آن که می سازه سر از من جدانا مهربونه عقد ما تو آسمون خواب از خدا دلم میخواد دیدار بسر با تو برم سیر و سفر به هر کجا گذر کنم در زیر کاه آسمون دور از نگاه این و اون با تو شبی سهر کنم وعده کند تا بس کنم حلقه خدار عهد مرا تو را به خدا نکنی فرامون آن که می سازه سر از من جدا نمهربونه عقد ما تو آسمون خواب است جد خدا می دونه یا طالع بطلمیون مشتری در خانه سیفو 3103 یا بطلمیو یا یالینو یا اقلیمو یا سراغوریو بخونجو پیداش کردو خوشی را راضی هست گم شده داری که طلا زنی هست اما قیمت طلا دارد نقره زنی هست اما قیمت نقره دارد آفتاب دنی هست اما مثل آفتاب درخشون درست آمید من تحقیق چرا آقا گرسوز آمد حالا به من ایمون آوردی نه به من ایمون آوردی اختیار دارین آمید از اولش هم به شما ایمون داشت اوه زنده باش اون نازتو برم خب گلنا رحمان منتظرم اینم دارم بیا بستر بخور بیا این تخم رو برخونه با گلاب خوب بشو آبشو هفت گوشه خونه بپار سر هفت روز هفت ساعت هفت دقیقه و هفت ثانیه دوست خودش با پای خودش که افتوس رو بیاره نیاز هم بدن اینجا قربونش چشم آمیزه قربونش بشو گلنام آی گلنام بله پاشو دختر نیازه رو جمع بکن چشم کور شده در میری که مشتری اومده بفرمایی بی بی لادیا من یه دو دخترم گفتم نیاز بده و قربونه شکلت داشتم و ایدو اصلا که نباید نیاز بگیدو ناخونک نزن آمیزا هیچ خوشم بیاد نه نباید خوشت بیاد آمیزا باید خوشت بیاد که نیاز قربونه بلو بخون بگیدو دارم رادیه جو کار دارم رادیه جو قربونه بکم سب بکن یه دقیقه سب بکن رادیه جو دیمی رادیا دیمی رادیا خلاصه بطلب اگه مخواد خدا مراد تو خواده شب آمیزا رو بیشه دامن جا برو بابا حوصله داری قربونت باشم رحمان یادت نره
باشی تو سر باشی جلو نیاز چی داشتی؟ یه مرگو چاقا چله پس قصه چشگردتو نخورد فتیرون، مبصورون، موزیرون، الافسارون، والافسار، الاجسادون، والاجساد، الانسارون، والانسار بخوری باشو دیگه یکی هم خوب بکنی یه چشتا درد بکنم بله یه نیاز برای دو دو چشم بله بزن به چاک بابا خوشت میاد خدا پیارتا بیا آمده خب، تو چتا؟ بیبی گلاندو دلم درد میکنم دل درد بکنم بله ساعت یک بعد از تو بیا خوشگه باشوید خب تو چه تا؟ من چیزم نیست گاهم مریضه چه شد؟ گلاب روی تونا گلاب روی جد و آواز داشت بیا اینه به شاخش ببند فوری فوری خوب بشه ادم اچار خب تو چه تدنات تو باشم؟ خب درد میکنم خب درد میکنم آها ساعت دو بعد از آفیا خوشم و شدم آمیرزا با تو رابطو دنیم خب تو چه تا؟ سرم درد میکنم سر درد میکنم ساعت دو بعد از آفیا خوشم و شدم آمیرزا ما خب باش از آن فرحالو بگو اینم چی های وکی اومدم بپرسم علاج گلودرد چیه؟ علاج گلودرد این چهار تا انگشت من هست که سخت‌ترین گلودردا رو معالجه میکنم فوری راحتت میکنم بیر فسفه دون دوشتا پدر آمورده داشتی خفم میکردی که گلو خوب شد؟ چی رو خوب شد آمیرزا گلوی زن هم درد میکنه تو گلوی منو فشار میدی؟ پدر آمورده به چی رد اول نگفتی؟ آخه شما که مهلت دادین آمیرزا بیا اینو توی نربیچه آب بشو آبشو ناشتا بده غرغره بکنه فوری فوری خوب دشت آمیرزا آمیرزا خدا آفه مریم جان خدا میذاره مرگ خودم چرا اینقدر رنگت پریده مریم جان حتما بیوقتی کرده بچه بالا مالی جد بخورم مریم جان تو اتحاج به یه ترکتاب داری چه خبرم خیلی خوب مگه چی شده اشکالی ندارم نصفتون بکیدین ورمایتین نصفتون بکیدین ورمایتین بکید نگه دست راستی ها باید امشب ذکر البسی رو موسیر بگم دست چپی ها باید امشب ذکر الماس و والپنیر بگم یالا بکی دیگر گم بکی اومد هم مریم جان بکی مریم جان من جلو اونا چشکی گفتم دی وقتی کرده که کسی از کار ما سر در نیاره آی گلنا خب مریم جان چطور تو خیالی از بای تبی؟ والا آمیرزا اومدم یه تلفن دیگه ای برام مونده علی بگیر بازم یه بوز سیاه دیده و حالش به هم خورد دستون به اون دومن دامیسا یه کاری بکن مریم جا غلط نکنم پیشنهادم رو قبول قبول کردی والا چی بگم آمیرزا قربانت باشم هر چی دلت بخواد بعد کن باشه قبول میکنم اما باید یه ما به ما مهلت هایی تو قبول بکن یه ما مهم دنیه گلا آی گلا دیگه من گم که گل بیدم که موندالی را خوب و خوب باشون کنم یه مای دیگه که موندالی داماد من بشه و من آیستش همه یه کارا دو بله بابا خدا بله و یرقو مینم بینی مهمون داریم باید یه بری چای دوز بخون دیگه آخه آب تموم شده الهی که عمرت تموم باشه خب پوزه رو باید از چشم آب بیار دیگه مجبور جو مجبور خودشونم گل نازونم دارم ببینم کجی میره این گل نازم بیدی گل نازم بایی خدا این دختری که علاقهی به من داره تا میگم گل ناز به دورو میچرخه گل نازم گل نازم بیدی بیدی گل نازم گل نازم گل نازم گل نازم چی میگی؟ میخواستم بهت بگم که میدونی که من اصلا باشه سر خربن حرفامونه میزنم یخ بکن وای خدا به من میگه یک کنی در دنیا همین چیزی من نگفتی یک کنی
مهمونه قدش هم دولا بیرون ببین مونده علی من امروز اوقاتم خیلی خواهد بله. اگه عصبانی بکنی با این کوزه میزنم تو سر فهمیدی؟ عصبانی نشو عصبانی نشو گلناز جون میخواستم بگم که میدونی آبزیم واسه چی اومده بود خونه شما اومده بود به بابات بگه زنش میشه و تو هم واسه من خواستگاری کنه و بیاره خوابت به خیلی مونده علی دیوونه اون اومده بود دعا بگیره که از بوز سیا نترس من از بوز سیا میترسم دی بیا من از هم بوز سیا رو داخل آدمی داد نمیدونم اون نبات ها نه بای خدا بای خدا بای خدا هر شهری را بیفته تا پای چونو وای شدم سفر من تو رو نمیخوام بی خود پاپیتون نشی آخه ما چیم از رمان کمتره بروک کنار اگه بابام بفهمه قیمه قیمت میکنه سگه تو باش خدمتت میرسم تو آخرش مال مایی خوب شد اومد اما چرا اینقدر دیر کردی؟ بیبی رازی ها پیغام تو به من رسون اما هر کاری کردم بیام پیش تو نشد الانم که داشتم میامد و مونده علی و سفر جلوم رو گرفت سر عذیتون کرد بر شیطون لعن آخرش این دوتا نامرد یه کاری دست ما میده بلشون بسن رحمان جان وقتی پیش همین دلم نمخواد و قاسی تف کن میدونی چی میخواستم بهت بگم؟ من تا یه ساعت دیگه باید برم ده بالا گوزبندا رو تحویل بدم برگردم شاید تا فردا زور طول بکشه چیه گلناز جان؟ از حرف من اوقات تلخ شد؟ نه چیزیم دنیا هاشا نکن گلناز جان بگو چه تا؟ امروز بی بی مریم اومده بود خونه ما با بابام قرار گذاشتن که یه ماه دیگه منو بدم مونده علی و خودشم زن بابام بشه تو هم که دست به دست گذاشتی و هیچ کاری نمیکنی من که دو دفعه اومدم خواستگاری خب پیارت قبول نکرد بالاخره چاره چیه؟ هیچ بازم میخوام اما این حرف زدی حواس منو پرت کرد میترسم این پیرمرد خدا نشناس بالاخره یه کاری دست ما بده آخ رحمان جان اگه بابا میخواد منو به زور بدم مونده علی من خودم رو میکشم ها؟ کشتن چیه گلناز جون؟ این حرفا مال آدماییه که به خدا توکل نداره وقتی من دستم از دامن تو کوتاه بشه دیگه زندگی به چه درد من میخوره ها؟ سبا خو مریم جان اینجا پلت بیافتی بیا مریم جان دست نازنینت خاده به من نیفتی آخه ما هنوز نامرم بیا باید آمیرزا به همه محرم هست بیا انگی نبیدونه آمیرزا دردتو میدونه خور مالت بچه بی بی مریم با اون تلسی که بهت دادم اون باطل سهی که بعد از رو برات بیارم انشالله که دو ماه من حالش خوب بشه خدا بی بی مریم اصاب خجالت شد این دختره دلی مردن من داد پیاله چای دارم بکنم خیلی نداره خونه بونیم زنبرار سر به هوا ای داری ها راستی آمیزا هر وقت با کلیسی رو آبودی و ما نبودم تو ما استنو خدا حافظ خدا خدا حافظ آمیزا به سلامت مریم جا بعد از دار یه سری بهت میذارم بیا اینجا بینم دختر مرد پریده با تو هستم مخوام بینم سر چیش به رفتن و برگشتن یک سال پول بکشه نه یک سال پول میکشه آخه بابا آب چشمه گلالود بود بایستدم تا صاف بشه گلالود بود گلالود بود اینجای بابای آدم دروغگو مرد پریده آب و گلالود کرده بودن که ماهی بگیرم اونم حتما کار اون رحمان ورپریده بی سر و پایه که نه ننه داره اون نه بابا فوش نده بابا فوش میدم پیارشم در میارم اگه وقت پیدا کردم دو تا چگه دو کنگش میزنم
خب بس بابا، اون بچه چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ دیگه مخاطی چیکار بکنم؟ به نظرم خیال داری برای بی آبرو بکنی. حالا که اینجور شدم یه امروز تکلیفتو با موندلی روشن بکنم. گیر نمیشه یه با تفتر. خلاصی این پنبر از این گوش ساپوردت بکش بیرون. زنده و مرده تو مال موندلی، زنده منم مال مرگم هم. من مردم و حرف مرد بیدم. زبان زنم تنت کنم که یه عرقی زنم نازه این. جلو. مراقب. با بیمر حیوان. اصلاً به قواره خودم برازنده جون به جونت کنن اولاقی اولاق برا اینو باشمان میخوادم لباس تنت کنم بعد باز حرف بزنم گه نزشته خب باشه سر خرمن ببین اولاق جون گوش کن تو هرچی باشه چهار تا پالون بیشتر از من پاره کرده بگو ببینم من چیکار کنم که گلناز منو دوست داشته باشه قربونت برم ها حرف تو حرف نیا حیوان هنون حرف من تموم نشده که عجب الاخری ها اصلا گوشش به حرف من بده کار نیست قاشا داره علای من در میاره اصلا حرف هم باشه سر خرمن شاید تا اون وقت آدم بشه مونده علی باره چیکار میکنی بابا؟ سی بیگم چیکار میکنی بابا؟ من خواستم الاغم پالون کنم شما این؟ من خیال کردم که آدمی زاد اومده بینمون داری حالت که الحمدلله خوبه نه آمیرزا چند روزه که از عشق گلناز بعد از غذا بی اشتها میشه مون داری میخواستم ببینم که بی بی مریم خونه یه آبجین چیکارش داری؟ هر کاری دارم به نفع تو ها صحبت عروسیه؟ آره دیگه مون دلی پس بزن بری باش بشی بده من دهنه رو خدا مرگو میدارم دوغه سر نره حیف این دوغه نبو آمیرزایی یا الله نگه نگه مریم جا دوغه سر نره خیلی بد گفتم دوغه سر نره بده شما بیوریم بده شما دستای نازنینت خراب میشه آمیرزا برای همین اومدی اینجا یا باطل و سیر و موندالی بودی ها الان بشه دیگه اینه بگی موندالی بله مرده علی تو میتونی پنج دقیقه من بیوریم تنها بزنم نمیتونی به بعد ندیم خب حالا میتونیم حرفامونو بزنیم میدونی چی هم مرگم جان فرارت گلاز و خیلی دوست دارم من فکر میکنم اگر این دختره را از چنگش در بیارم دیمونه بشه و در به صحرا بزنم حق با شما سامیزا اما کی میخواد گلناز از چنگ موندلی در بیاره این پسری زدی مرده رحمان رحمان پسر محمود فکر تلسمش نمی کنی چی داری میگی مریم جان صد دفعه تا حالا تلسمش کردم اما این گلناز ورپریده تموم فوت و فنای کار منو یاده بعد شما من هی تلسمش میکنم اون باطل من تلس میکنم اون باطل من تلس میکنم باطل تلس باطل آمیرزا بابا کردی اینا که مفاهم عروسی گلناز و بوندالی رو جلو بندازم حالا عروسی برا تو آقا بیا قبول میکنم Thank you.
سرتو ببر بالا، اینطوری که نمیشه. نمیخوام. پس یه کاری بکن که آمیزا بفهمه رو دیر. چی کاری کنه؟ بیا جیر بچه. چیه چه خبره؟ آمیزا گلناز نمیذاره من کارمو بکنم. غلط بیکنه دختر بی حیا. راضی اگر تو مشغول کارت باش، من بالا سرش وای میسم که نتونه بودی بخنه. سرتو ببر بالا. گریه نکن، به کارمون برسیم. از اون مگه با اون نقونه کردنه؟ دعواش نکنین آمیزا، عصبانی نشین، خودش راضی میشه. بیا گلناز جون، حالا چارت چیه؟ گلناز جون گریه فایده این نداره، هرچی قسمت باشه همون میشه. موندنی هم بعد پسر این دفعه. آره، مال و مکنتش هم فراغونه. مال و مکنت اگه میومد خواستگاریه تو زنش میشدی؟ حالا که نیومده. خیلی خب، بذار حالا کارمو بکنم. میبینی بیبی راضیه، درست این مادر خدا بیامرز داشتی. او خدا بیامرزم وقتی میخواد عیال من بشه از سرکش بود و جنگولک بازی در میگه. اما من مثل اصف را بشتم. گل نازم که نم دل بیبی راضیه کارشو بکنم. برای اینکه نام خواهد زن موندلی دیبونه بشون. نفهمیدم چه مزخرفی گفتی؟ حالا دیگه موندنه دیوونه شده، دیوونه بود جد آباده در این کجا بگرده در تو بود که مرگه خونه چرا چرا انداختی؟ آخه آمیزا پیرش که خودش خب حالا من یه غلطی کردم، شما دیگه چرا ملاش رو زیاد بکنی؟ دختر آروم باش و الا با یه تره سوز که دو خورم بفرزم اون بالا. اگه سرم هم بباری من زن موندنی دیوونه نمیشم. دختر وقت رو طلب نکن، الان اصف بیارن که ببرن خونه دوما. با اون اصف باید جنازه منو ببرن، نه خودمو فهمیدی. من آوردم دم درم، موافقت کن بشی و عروس رو برداریم بیاریم. دومد رفته گل بچینه واسه عروس گردن بند درست کنم، باید سب کنیم تا برگردم. آقا خوب دنی عروس منتظر بمونه. چی کار کنم من خواهم؟ پس میخوای یه کاری بکنم. شما این زحمت نیست، عفو بردار ببر خونه عروس، من موندنی که اومد با هم میاییم. چش بی بی مریم چش. به دست عاشق شناسی فتاد و پار پیرهن شد. بخ بخ از کردم از این طرف دار. نان هست کردی؟ پس هر دو با هم هم عقیده این. برم بندازم گردن طرف که فکر نکنم ما دست لازم میشیم. بابا مردم تهمته که میزنم نهارم. کجا بودی قلبی عبونی؟ تو کجا بودی منده علی دیونم؟ میخوای بدونی من کجا بودم؟ رفته بودم واسه عروس عوض الماس گلوبند گلماس سراز کنم. اینو باز گردن آفجیت ببندی، گلناز فقط مال مویا. اکی دارم همون وقت که باباش خاطر خواهی بیبی مریم شده بود، فهمیدی؟ یه دفعه دیگه از این حرفا بزنی خودم شاهد سر خرمن دوتا میزنم. بد سیاه بیا اینجا آقل باشو، برو همه علا عروسیتو با گلناز به هم بزن و الا سر و کارت با سفرم. میبیم اگه تو سفری من ربیع الاولم، بد وقتا چی بید اینجا بخور بینه خوب خوری؟ عجب روی دارم. باید روی داری؟ نمیدونم چند نفر به یه نفر؟ حالا فهمیدم میشه راستی پس کردنی میخواستی بلان بیدن. اگه راست میگه باید اگه راست میگه بودم نامردی اگه باید نامردی اگه بیا جنبالا نمیدی؟ خاک بر سر کنم. آه دماغم ول کن، خورتومو بده من.
اگه مرد باش. اگه مردی نیا دنبال من. چهل سال فقط کار کردم. بودی. آها. الان تو مغزت آهک بکن. اگه مردی بخوابو. حالا منظر رو ببینم. آها. برو بینم. آها. الان سگک میشینم رو بعد وقت بیچاره. آها. آها. حالا وقت رو ببینم. بیا. آها. بیا. بخور بیرو. اینجا میزنی. آره. باست دست از گلنات برداری و الا خفت میکنم فهمیدی؟ من خفه میکنی؟ اگه من خفه کنی که به 10 سال حبس ابد محکوم میشی بایی که میدو مردم کار کردم گلناز من دیوونه شدی من رفته بودم ده بالا گوسفندا رو تحویل بدم سفر دیده تو با موندعلی دعوا کردی اونه کشتی من کشتم رحمان حالا وقت گر و بحثه اصرار بست آخه روح منم از این کار خبر نداره این بهتونه من داشتم از ده بالا میومدم دیدم این بیچاره اینجا افتاده هیچ کس این حرف هاشو قبول نمیکنه الان که اهل ده بیان اصرار بکن ولش بکن تلاک پاکه چه منتش به خاک قبولونی که قاتل نیستی خودت کشتن نیستی گلناز رو کفن کردی فرار بکن همینجا افتاده بود اینم خونه شهر خدا رحمت داری بکنم یه اون خوب بیچاره گردن بندی گلم درست کرده بود آره وقتی من رسیدم داشت سرشو میزد به این درخت گفتم رحمان نکن رحمان نکن یه مشتم اینجوری زد برون سیار لعنت گونده بچ چی کار میکنی؟ مگه مرض داری؟ بخش آمید بابا بخش کرد خب بخش چی شد؟ هیچی دیگه انقدر سرشو کوبید بدرخ کوبید بدرخ تو افتاد و مرد پس جنازش کوبید
نمیدونم والا. حتما سرد نیستش کردن، این که اشکالی نداره. پس بریم بگردیم پیدا کنیم. مندلی کجایی؟ من درارو میخوام. من درارو میخوام. بلم بکنی. بلم بکنی. مریم هم چی شده؟ بچه کنو بیرم، بچه کنو بیرم. نه مریم، نه قربونت بشم. چی شده مریم جان؟ اینشالا که نمرده باشه. تازه اگرم مرده باشه خودم زندهش بکنم. مریم جان چی شده قربان؟ این کار دیگه از دستت بر نمیاد آمیر. نه مریم جان، چی داری میگی؟ کت خدا بخواد دختر از خونسه دق بخونه. نه مریم جان، بجو مریم جان بجو. شما چرا وایسادی بر بر ما رو تماشا بکنی؟ نه مریم جان بچه دیگه بم بچی. باشه مریم جان، باشه مریم جان، باشه بکیم خونه تا من رمز بندازم تو آینه، هم رحمان رو برات پیدا بکنم، هم جنازه موندعلی رو برات پیدا بکنم. باشه قربونت بشم. من موندعلی رو میخوام. باشه قربونت بشم. باشه مریم جان، باشه. موندعلی کجاست امیر؟ مریم جان اینکه نموندعلی شده. انشالله وقتی با هم عروسی کردیم و بچه دار شدیم اسم بچه همونو میذاریم موندعلی. اینا رو خود من میدیم. اما چرا من باید اینجا قیم بشم؟ برای من باور کردن از آسونه که تو موندعلی رو نکشتی. ولی بابا چی؟ بیبی مریم چی؟ کت خدای چی؟ مردم چی؟ گل ناز جان، وقتی تو منو بیگناه بدونی مثل اینه که دنیا منو بیگناه میدونه. حالا بگو ببینم من چی کار برم؟ بس این تو قرار قایی ایشون تو وقتی سرسوده ها بخواه. گل ناز جان، من نمیدونم از تو جدا باشم. تو وقتی اونجایی هر روز خودم برات غذا میارم، هم دیگر رو میبینی. حالا بسه تو قضاست. اگه تو شب بلا بازم بدون دارا بیشتر رو برات خدا نداره بول بازم بشه. Yalla.
ترنجبین بیبی مریم، غم به دلت راه نده. قاتل مونده‌علی اگر مرغ هوا ماهی دریا باشه از چنگ ما قهر شده فرق بکنه. حالا تو دارو باشه دستم بگی جلو به صاحب صورته. حالا سه مرتبه بگو یا اقلیمو یا اقلیمو یا اقلیمو. آهای همین زادون به طرف گرسوز هم هنوز پیدا نشده ها. به درد که پیدا نشده؟ من دینه من دارم قاتلمون در علی رو پیدا میکنم، کارم بذارم زمین بیام دوز گرسوز تو رو پیدا بکنم، مردشون گرسوز تو ببرم. خوبایم جا شروع کن ببین ای مرد بنت مشهدی ملکم در آب و آینه ببین رحمان ابن محمود را قاتل مونده‌علی مفقود که خود و چند شده دیدی بگر دارم. نه آمیزا دیدی نم بینی نم بینی؟ چطور نم بینی؟ لابد چشم بینایی نداری مریم جو. مریم جو این قلبت رو صاف بکن. ببین در آب و آینه رحمان ابن محمود را قاتل مونده‌علی مفقود را حلالزاده فقینه حرومزاده نده. حالا دیدیم برگم جو ایبا این که خودتی آمیرزا بچه ستا منو دیده و فرار کرده، اما دوباره پیداش میکنم. حلالزاده ببینه حرومزاده نبینه. برگم جان حالا میبینه پر بونت بشه. آره مثل دیگه چیزایی رو میبینه. آها اونها رحمان ولد چموش اونجاست. بریم بیارم الان نابودش دو کنم. مریم جان آها یا پیداش کرد این تنبه میره پیداش کرد. خدا شاهد مجسمه آمیزا رو باید با طلا بستن. به خدا پیداش کرد تایی دره نزدیک بره کناره یه اره سوار یه کره. بله نسبت شما آمیزا این کره اولا این که زنده یا از مخواستی مرده باشن. دست خوش آمیزا این آقای قربون چرا بودم خواهد ببینم یا بیدار رو خود بفرمایید. اینم حکم من. ببین سرم نوارفی چی کردم. خب بگو ببینم آقای سپاهی کجا پیدا شد. والا من که حالیم نبود، اما این آقای سپاهی میگفت اون وقتی داشتی مثل ماهی قزلالا تو آب شنا میکردی جزمه پیرانم افتاده. آقای خدم فر سنجاق داری دیگه گرنجا باش آلم برسرم. تو دیگه داماد شدی، نباید این حرفا رو بزنیم. آقای سپاهی من داماد شدم، عروس اونجاست دم پله. عروس خانم بگو بله. وای موندلی دیوونه یارو ما دیوونه شده. دیوونه یه دیگه ای خدا تو آمده دو از تو کالا آمده دو مگه من دیدم تو قاتل دیگه باطمان یه مون مرد شده. موندلی چه تو رو زده؟ رحمان؟ رحمان چیه؟ این سفر بدقیافه بلسفره من کشته بود. این زلیل مرده الان اینجا بود. اصلا فرار کرده. بچه بگریم پیداش کنیم. زحمت نکشین باشه سر خرمن خودم دو پچکش میزنم. حالا بچه خونه یه خود استراحت بکنیم. آقای سپاهی شما بفرم منظری کمی استراحت بنام. این شرم نه آقای سپاهی تشریف میارم معذر ما شما ها بچه خدا حافظ شما من رفتم. و سلامه خدا حافظ خب آقای سپاهی بفرمایید منظر تا بعدا ترتیب جا و منظر شما رو بدیم. بفرم جنس متقلب رحمان برده قایم اشگردی. حالا میخوای بری به یک خبر بدی که مدعلی زنده یا بلایی به سر بیارو که تا روز عروسی نتونی با تاقونه بیرون بده. خیالت رسیده ها دختر مرده یاد بیا کلو بچه تو تا بچه من
گناهی کردم. آخه بابا خدا رو خوش نمیاد. روز عروسی با موندلی باید تو همین دوست هم زنده بکن رو چه برسید آتو؟ خدا یکی کار بکنه. الان احمان اونجا باش لازمه منتظر من. بکنین پدر و منو نجات بدن. چرا افسد کرده؟ برای اینکه نرون به رحمان خبر بده موندالی زنده یا میتونه بگی رحمان کجا قایم شده؟ تو کوه چل دخترون جوبار. اما اگه من با حسن نیا فرار میکنم. پاشو دیگه صورت و زهر ما رو بکن. گلا گلا جا گلا جا باش چی شده؟ باش خاک بر سرم. دختر حالش برم خودم خاک شده. خدا یا چیکار بکنم؟ خدا یا بدادم. این بچه تشکه این بچه گوشه این بچه تشکه این بچه گوشه شد. گلا جا دختر مرپریده کدوم جوری رفته؟ نون و پنیرش هم خوب کرد و رفته. یمون مرده. مگه سر بابا تو بالا ساله؟ اگه جرأت داری وای کن. وای کن با مرده. اون از دختر هست، این از نردبور هست، این هم از خود هست. Thank you.
میدونستی که من گشنم، اما من مثل گلناز بیرحم نیستم. گشنگی رو تحمل میکنم اما به تو آزاری نمیده. بکنم نتونن دستگیرم بکنن؟ چیا رو با خودت آوردی که منو دستگیر بکنن؟ اون یارو جاندار کی بود باشد؟ دیوونه شدی؟ لازم نیست با من حرف بزنی، برو دنبال کار زن میخوام برو تو ببینم. تو خیانتکاری، برو با همون عروسی بکنم. دختر آمیز منطقه باجی رو دوزی؟ دوزی؟ نه اون بازگالا خودش اومده بود تو زاغت. تو تو زاغت چی کار میکردی؟ من ها چرا زبون از بند اومد دختر دوز؟ من کاری نرم که تو زاغت چی کار میکردی، اونو که از خدا معلوم میکنم. یالا را بیا فرید. خیلی خوشبختم از اینکه دعوت منو قبول کردین و برای اطلاع پیدا کردن از کاری که مربوط به خود شماست اینجا جمع شدیم. منظور من اینه که شما کمک کنید یک مدرسه درست کنیم تا همه شما توش درس بخونید. حالا بهت میگم، حالیت میکنم. دنیای بزباله من میدوزی ها، خجالت هم نمیکشی ها. ضمناً اونایی که سنی ازشون گذشته نباید از حرفای من تعجب کنند، چون برای باسواد شدن هیچ وقت دیر نیست. همونطوری که یه بچه 7 ساله میتونه درس بخونه، یه پیرمرد یا پیرزن 70 ساله هم میتونه درس بخونه و باید هم بخونه. جناب استفایی، اینطور که ما میفهمم همه اهل اینده حاضر به کمک کردن هستن. مدرسه را هم همین یکی دو روزه حاضر میکنیم و همه مشغول درس خوندن میشن ان شاء الله. اوه، درس خوندن. بذار. بذار اینکه من بخونه دیگه بود که چاره نمی دوزی. حالا یه دانی میکنم. بذار میشم. خود سلام علیکم. علیکم. در خدا این دختر آمیز منطقه اومده بزباله منو دزدیده. دختر آمیز رو؟ دروغه. باور نکنی. شما باور کن نیاد که از خدا؟ ما مطمئنیم که این بزباله. بله های صفایی. خود اومده از گرفت. آی کت خدا. چه خدا رجب چوکون بی خود میگن بزغاله اینه کسی ندازیدن. این حیوان خودش از جلت جدا شد اومد تو زاغت. شما تو زاغت چی کار میکرد؟ برای جریان قصد مونده علی قایم شده بودم. حالا هر حکمی بکنین رو چشمم قبول میکنه، اما خدا شاهد من مونده علی نست. خدا شاهد این من نکشت سفر نانجی منه گام. تو زنده ایده بیا سفر مردم. برو دعا به جون آی سپاهی کن که من نجات داد. بله الان اون دنیا بودم. حالا تکلیف من چیه که از خدا چی کار باید بکنم؟ هیچی بابا، هر دوتون آزادیم. بر یه گوشه وایسیم بذاریم به کارمون برسیم. تو هم برو دست در خدا. خب من از کمک شماها خیلی ممنونم. امیدوارم که در همه کارها همینطور با اتحاد و اتفاق پیشرفت حاصل کنیم. گل ناز جون، گلناز جان، چرا همچین میکنی؟ برای اینکه هرچی من میگم تو قبول نمیکنی. من اشتباه کردم گلناز. بلون کن، دست دفعه رو بردار. گلناز، باید تو کارت دارم. کارت دارم.
خب بچه ها، حالا من این کلمه هایی که نوشتم میخونم، شما با من بگید. حاضری؟ بله. بابا. بابا. نان. نان. خیلی خوب، حالا کدوم یکی از شما میتونه اینو بخونه؟ آی تمایی تو بلدی موندلی؟ نه خیلی. پس چرا دستو بلند کردی؟ اما میخواستم یه سوالی از شما بکنم. چیه؟ این میخواستم بپرسم اگه کسی کاری نکرده باشه جریمهش میکنی؟ نه من دیشب مشقام نکردم. این کار جریمه داره موندلی. شما چه گفتی نداره؟ من نوشتم از تو حرکت، از تو حرکت، از خدا برکت، از خدا برکت. خب حالا اجازه بدین که یک کمی هم خارج از برنامه صحبت بکنیم. میرم برای خارج از برنامه. در جلسه پیش گفتم آبی رو که از اون برای خوردن استفاده میکنیم نباید آلوده بکنیم، یعنی نباید تو اون ظرف یا لباس یا موندلی خواهد. بله، لباس یا هر چیز دیگر رو بشوریم. امروز میخوام براتون درباره حقوق زنها صحبت کنم. آخ معلم چه حرفای خوبی برای زنها میگفت. برای زنها چی میگفت؟ چون که آخ معلم میگفت زنها دیگه مثل مردا آزادن، یعنی مثلا بابا دیگه نمیتونه تو رو به زور بدن موندن. کاش که بابا میذاشت بیام که این حرفا رو بشنوم. من میام پیشو بابا، شاید بتونم راضیش بکنم بیای بابا مدرسه. باشه بشه. اگه این کارو بکنی تو عمر دارم ازت ممنون میشه. گل نفیزان جد رحمان که خبر دادی ها؟ باش قهر رو دلمو شکسته. گوش کن گل نازی، سلام نیست تو باش قهر بکنی. این روزی دختر مسیح یا خیلی گرم گرفتم. دختر مسیح یا؟ تخم چشم تو در بیاره. بیا تخم چشم منو در بیار گل نازی. ای سلیم مردت آزیا، این آوادش اینجا با من آشتیش بدی. آشتی نم کنه. گلناز جان، چیزی دنیم شب تو حیات آب جوش ریختی جنا نفرینت زدم، همون ترس رو ببم به گردن تب طوری قرد میشم. بفرمایید آمیزا، قابلی ندارم. بله قطعی ناقابلم، اما مجبورم قبول بکنم، چون از روزی که این پسر اومده اینجا و مدرسه ما کرده کاروبار ما به کلی کساد شد. خب بیا خدا. به سلامت، خوش اومد. آمیز را سلام. سلام رازی جون، باز چی هست؟ چی نگم کردی؟ همون گرسوز رو من پیدا کردی برام بستم، برای یه کار دیگه اومده. چه کاری رازی جون؟ عجله نکن، بهت میگم. آخه میخوام باشم مزرعه کار دارم. والا چه جوری بگم، میخواستم اجازه گلناز رو بگیرم پس فردا بیاد با ما دست بخونه. دست بخونه؟ بله دیگه. والا رازی جون از تو چه پنهم، ما میخوایم همین یکی دو روزه دوباره واسه گلناز عروسی را بندازیم. وقتی کار عروضی شبون شد اون وقت باش و از سوارش اجازه شمد. آمیزا باز میخوای ببیش به موندنی؟ نه بابا، دختر رسیده یه برچ از دلش بخوا چوار بکن. آخه والا آمیزا او فقط رحمان از این خوب این که اشکال دنیه، من هم میدومش به رحمان. راضیه را سفن کردی وقت دیدی؟ دروغم چیه؟ میگی نه همین الان برو رحمانو بیارش اینجا، منم مزه نمیرم میمونم اینجا تا ما شوهر. اخ چه خوبی آمیزا، اصلا میارم تو هم خوب راضی اگه اون قربونت بشم قربون اون را رفتنه. اگه بی بی راضیه بتونه بابات راضی بکنه که تو بیای مدرسه خیلی خوبی. آره خیلی خوب میشه، اون وقت هر روز تو مدرسه هم دیگه رو میبینی. شاید آقا معلم پادرمیونی کنه و عروسی رو را بنده. خدا بکنه. مجده، مجده، لالا مجده، چی من راضیه؟ چی بگو؟ راضی شد، میذاره بیاد مدرسه؟ مدرسه چیه؟ اصلا قبول کرد که تو با هم عروسی بکنی. گلدان خب بستم، بستم، بسیم که بر نیارین، آمیزه منتظرم.
خدا حافظ. خدا حافظ. تو با اون نیا، نمیخوام بفهمم با هم بودی. آمید رحمان آوردم. سلام علیکم. به به به، سلام علیکم آمید و رحمان، چه عجب خوش آمدی. بفرما. شما بفرما. تعارف نکن، بفرما دیگه. بفرما. چه عجب آمید و رحمان. اختیار داری آمید. بفرما اینجا بشی. نه همینجا خوبه. بفرما اینجا، چرا موضوع نجازی؟ همینجا خوبه. آخه موضوع خوب دنیه. خیلی خوب. خوب آمید و رحمان، لابد تعجب بکنید که من با همه سرسختی و مخالفت چطور شد که راضی شدم گل ناز و بدمش به تو؟ بله. حقیقت قضیه اینه که موندالی تا چند روز پیش خوربت بوده. بله. اما از روزی که سرش خورده به سنگ، این یه گرفته بینشم آفت زدگی پیدا کرد و دیگه محصول نمیده. از اولشم محصول نمیده. آره دیگه. هرچی هم بهش میگو موندالی بیا با چند تلس و سرکتاب سرکو معالجه کنم راضی نمیشم. میگم و آقای سپاهی سرمو معالجه کرد. اینا که خیال دارم دست گلناز و تو دست تو بذارم. آمیزا من میدونستم که شما آدم دل رحمی هستین و راضی نمی منو گلنازم. باید فردا سیق آفتاب بشه شهر و هرچی برای عروسی گلناز بخوای بخری و برگردی. فهمیدی؟ عوازت گویا پسرم با جوازش برد شدم. نمیری. خب بفرمان چی باید بفرمان؟ والا نمیدونم، هر گلی تو زدی به سر خودت. آقای مزدهی چی میخرم؟ اختیار داری آمیزه، هر چی بفرمایید میخرم. خب، پس اون وقت رو به این چی میگرم؟ چیزایی که باید واسه عروس بخریم. صد بسته سیگار برای من، یه کلا برای من، یک جفت جوراب و یک پیرهن برای من، یه ریایه شونه برای من، چهار تا بند زیر جومه و دو تا کمربند برای من، این من نباد و یه چارک زنگ فیز برای من، اون وقت یه جفتی به ملکی و دو تا جلیقه برای شما. آقا آمیرزا من با شما میخوام عروسی کنم یا با دختره؟ هیچ نمیفهمم. پسر اگر دولو بخوای تو وقت به حرف بیاری فضولی بحث کنی معامله اون نمیشه. بله بله، ببخش. برای عروس هم دیگه خودت میدونی، لباس عروسی و یل مخبل و تاجین و جوراب و شیرینی و کلقند و برنج و منشن و یه جو کف واسه عروس و یه روسری برای من، لعنت بر شیطون، یه جو کف برای من و یه روسری برای عروس، خلاصه از شیر مرغ و جون آدم هرچی دست رسید بخرم. رو چشما همه رو سیاهه میگیرم و براتون میخرم. دیگه فرمایشی نداریم؟ ها؟ من مرخصم. نه دیگه، حرفا رو زدیم. فردا صبحم راه بیا خروشه خوبم برگرد. باشو دیگه، خیال و راحت. خدا حافظ. به سلامت. دلم میخواد پر داشتم به یه چشم هم زدم خودمو میرسوندم شهر و فوری بر میگشتم. امروز من خیلی خوشحالم، انگار خدا دنیا را بخشیده برم. منم مثل تو خوشحال. انشالله از شهر که برگردم و با هم عروسی کنیم دیگه خوشحالیمون اندازه نداره. زود بر. خیلی گلناز جون، تو دیگه برگرد، بابا دل واپس میشه. خدا خدا. خدا فدا عروسی دارم.
قراگولنا باید فیلمی عروسیشا بدم. اونم اینه که برامو بخونه. گلنار باید بخونه. گلنار باید بخونه. گلنار باید بیدار دستار با تو برم سیر و سفر به هر کجا گذار کنم در زیر تاب آسمون دور از نگاه این و اون با تو شبی سهر کنم خدا خودم خوابت کنم حلقه تو در گوش عهد مرا تو را به خدا نکنی فراموش دست به دست همیشه با هم زیر آسمون صاف در دامنه ای سرزمین با خوشی به سر کنیم آسوده از هر جورکی میرسه روزی که ما هم دست به دست همیشه با هم زیر آسمون صاف در دامنه ای سرزمین با خوشی به سر کنیم آسوده از هر جورکی آن که می‌سازه تو را از من جدا نمهربونه عقد ما تو خوابت شد خدا می‌دونه آن که می‌سازه تو را از من جدا نمهربونه عقد ما تو آسمون خوابت شد خدا می‌دونه دلم میخواد بیدرد سر با تو برم سیر و سفر به هر کجا گذر کنم در زیر خواب آسمون دور از نگاه این و اون با تو جوی سفر کنم خدا کند خوابت کنم حلقه تو در گوش عهد مرا تو را به خدا نکنی فراموش یه چه کار میکنین برو جگاه هم؟ به تو چه؟ مگه تو چهر خدایی؟ گرزا، شما چه دارین نام داده منو مجبور میکنین جلوی یک مرد نامحرم آواز بخونن؟ مرد نامحرم چیه؟ خودم، من شوتلیدم تو مرد بیرد میکنم حیرمان چشمت میدم بسو راست نگمان داری تو باید یکی از ماها عریف را کنی یه بیا باش سر خرمن همه تو به تکی میگیرم آخه مون رئیز ما تو رو دوست داریم به تو خیلی علاقه داریم نمیتونی تو سر خرمن سر بایی خود جونم اینا چرا تا یه جوان آب رنگ دار نیست من میبینن یه حد صبر و طاقتشون از دست میدن ما تو رو Come on.
مریم جان آمیزا جونت اومده قربون شکل ماهت بشم. مریم جان حالت که خوبه؟ نه آمیزا حال ندارم، مدت که موچو پام درد میکنم. کدی پا؟ موچو پام. بس خوش برسر اینجا یا؟ نه اینجا یا مریم جان؟ نه اینجا یا؟ او قربان پاد برسر مریم جان بلا خوبش کن بس اینجا مریم جان پاد بازر اینجا همینجا یا؟ آره همجا. الان مریم جان یه پلس دیگه میتونم فوری خوبش میکنم. اگر خوبش نکردم همچی موهای به من پاس. موچ پام درد میکنه آمیزا، نه اینجا. نه فهمی باید اینجا بنویسم تا خاصیتش به موچ پات بره. موچ پات بره عزیزا. مریم جان این برای شما. نه تغییده من عقب انداختن عروسی صلاح دنیده تو سرمون دلی که سفرم که اصلا فرار کرد. رحمان هم که سرشو شیره مالید و فرستادم شرط این رو خودش بیا ببین مریم جان این آنچه قربون باشه مریم شما در این چه خیلی در آمدید گل نازه بر پریده سر به سرم گذاشت افتادم تو آه بون دلی تو ستارتی هم دوست هم داره؟ جونم عباس میگی؟ دوست هم داره؟ البته که دوست دارم مخصوصا که میتونه فردا روز عروسی جا بایی خدا جنم من فردا داماد میشم بایی خدا بایی خدا بایی خدا داماد میشم بزار جدا مریم جا چه نمی کنه بالاخره ما در هر کاری باید فضول باشی باشی توی موندلی سلام علیکم سلام بخ بخ که این هوای گرم پولی دلی این که پولی ور راست میگی این پس مولی وره عجب خنگم من خب کجی میخواستی تو بری ها؟ میخوام برم شکار ما همه روز خدا رو گذاشی امروز که روز عروس منه میخوای بری شکار آخه موندلی من فقط یه روز جمعه وقت دارم بقیه روزایشو گرفتارم با این حساب پس امروز نمیتونی بیای عروسی من اینه بگو خلاص کلام عروسی چی هست؟ عروسی من یه ساعت مونده به قبل از تو اون وقت بر میگردم خب پس اجازه داری بریم خداحافظ خداحافظ موندنی متشکرم که به هم اجازه دادی میخوایی متشکر باشی میخوایی متشکر نباشی برای ما فقری نمی کنه خداحافظ تونتر بریم دختر الان بی بی راضی هم میاد وسمت بکشه معطل میکنه آخه ناسلامتی امروز روز عروسی تا آخه بابا تو چرا اینقدر بیرحمی عروسی روز رجی چه فایده ای داره آخه دختر جون من پیاره تو هم بعدی تو رو که نم خواه آخه رحمون که از شهر برگردم من چی بهش بگم
بگم بابام آمیش منطقی بهت دروغ گفتن. باز دیگه رحمان رحمان نیست که اونجای آزمون سلاح شده رحمان افتاده. والا ها بابایی مثل تو نوبره. من خیلی تو رو بخوام قصه نخوردی حالا باشو خونه سر صورت و خوب باشو آخه خوب دنیه روز عروسی دختر گرگه وقت اگه مادر اون زنده بود دانه این قدر به من ظلم نمیگرد من به تو ظلم کردم خدایا گلناز جون تو هنوز بچه ای بدی و خوبی رو فرق نمیدی باشو خونه باشو خونه گلناز جون بیبه راضیه را اینقدر منتظر رنا آخه خوب دلیه باشو قربون اون خط و بالات بشم منم باشم خونه بیبه برگم بیرم کارا رو برا شدم. سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کارا رو براه بله رو براه خوش آمدید بفرمایید بفرمایید تو اتاق موندالی دیر کرده دلم شور میزنه الان بر میگرده بابا دل باز هست نبا کاشا میرزا میومد که خدا تو اتاق تنهایه یا الله موندالی اومدی نه کجا بودی دلم خیلی شور میزن من که بهت گفتم زود بر میگردم مریم جان کارا رو تموم چیه دیاره همه کارا رو تموم کردیم اصفون حاضره فقط منتظر اجازه شما هستیم که عروس رو بیاریم آره یه خود زوره مریم جان صبر بکن بیدرازی وقت کسی تموم بکنه با خیلی ها من دیگه نمیتونم صبر کنم الان سوار ماشین عروسی جان میرم کجا؟ بیا پایین بابا میخوام برم عروس رو بیارم روی از فقط باید عروس باشینم آخیم بابا الان سوار اولا خودم میشم میرم میارم اشکرم از کردی از این اولاق دو طبقه ها میبینی مریم جو پسرک گنده شد و هنوز عقلش سر نیومده پسر این حرفاش چی میزنی اولاق دو طبقه کدوم عقلت کجا رفته نه آشی این یه طبقه اینم یه طبقه یه پایین اصلا تو نباید همراه ما باشی و صدا آخه موندالی اونی کاراش گیا که میکنی آمیرزا آمیرزا بگیر 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 صدا دوم درستی حالا من تقصیری ندارم آخه چی شدم رفتم خونتون ابری گلناز رو درست بکنم از اتاق رفت بیرون بعد هستی نشستم نگیم بچه مشکلام میگفت یه تناب دستش بود و میدون بس خوش بس حالا اومدم بگم نکنه رفته باشه بلایی سکنه بایی بیچاره شدم بایی بیمیرم بایی بیمیرم بایی بیمیرم بایی بیمیرم میدونی خودکشی از گناهان بزرگه خودکشی کار آدمای ضعیفه که به لطف خدا ایمان ندارن من به لطف خدا ایمان دارم اما اگر بدونیم بابام چه بلایی به سرم آورده به من حق میدادیم که خودمو بکشم و از این زندگی راحت بشم اون دیروز رحمانو فرستاده شهر که برای ما اسباب عروسی بخرم ولی امروز تو پاشدن یا باید زن مونده علی بشی با همه این حرفات تو نباید به فکر خودکشی میفته
چرا میخوای اول جوانیت از دیدن این همه مناظر زیبا، این کوههای بلند، این آسمون صاف و این دشت با صفا محروم بشی؟ آخه دختری به سن و سال من چقدر میتونه صبر داشته باشه؟ پاشو بریم خونه. من همین امروز با موندلی صحبت میکنم، شاید بتونم راضیش کنم از این کار صرف نظر کنه و تو بتونی با رحمان عروسی بکنی. خدا بتونه عمر بدم. حالا پیدا کردی؟ ما پیدا کردی؟ نه، پس خودو پس خودو موندلی؟ کجا بودی عروس مکول و مکان؟ انگار برش مالیات صادر کردن که فرار کن. یلا را بیا برای سب کن. گوش کن موندلی، میدونی گلناز کجا رفته بود؟ رفته بود خودشو بکشه. کجا بکشه؟ چرا به این عجله میخواستی بده سر خرمم؟ گلناز برای این میخواد خودشو بکشه که میخوان به زور بدنش به تو. چه فایده داره زنی بگیری که نمیخواد با تو زندگی کنه؟ مگه دختر تو این ده قهره؟ والا قهر که نیست، اما همچه خیرات هم نمی کنن. گوش کن موندلی، تو باید بری شهر، اعصابتو معالجه کنی، قلبتو معالجه کنی، برای خودت یه مرد قوی و سالم و تندرست بشی و برگرد. اون وقت منم بهت قول میدم که بهتر از گلنازه آدرم زنت بشم. والا باید رو این موضوع من یکم فکر کنم، اینم میمونه بعد از عروسه. یه ساعت من دارم برات حرف میزنم، تازه بمونه برای بعد از عروسه. آخه مثلا نفهمیدم چی گفته. گفتم باید بری شهر اعصابتو معالجه کنی، اونم خودم میبرم. بیا، من خودم 15 سال آزگار تو شهر بودم، شغل مهمی هم داشتم، میدونی چی کاره بودم؟ خونه شاگر در باب سابق بودم. در هر صورت باید به خاطر منم که شده گلنازو ولش کنی. خدا رو خوش نمیاد یه دختر از دست تو خودشو بکشه. من تو پیش کنم دکتر، برم من معمولا پیش دامده بشم. ببین آی فرامین، تو یه دفعه من از مرگ نجات دادی، حالا منم به خاطر تو گلناز از مرگ نجات میدم. یعنی باهاش عروسی نمی کنم، فهمیدین؟ تا اینجا بی حسابی. متشکرم. اما حالا که قرار شد من با گلناز عروسی نکنم، آمیرزان باید پاشو از تو کفش آبتین بیرون بکشه. ما میخواستیم معامله پا به پا انجام بدیم، یکی بدین یکی بگیریم. برای اونم یه فکری میکنم. برای آبتین خدا تمام هم باز بیام. مثل اینکه بابا داره میاد، خیلی هم عصبانی. احمق ملنگا، پدر زن من نگاه با خودم به هم خورد. آی امیرزا،
من دیگه دختر تو نمیخوام، عروسی باش سر خرمن. چی رو نمیخوای؟ مالی که فروخته شد پاس گرفته دفت کرد. مال بعد بیخری صاحبش باشن. دختر من های دکتر باشن. شما برید کرد همه دختر هم خوبوشش بزن. دکتر چه بیدم؟ نار تو بسیدم. همه تو رو بیدم. تو رو بیدم. گوش کن تا من جریان برات بگم. ببرد خونه بیدم. خواهش بکنم. گوش کن تو بیدم. بری کرا باید بیدم. دختر Oh!
همین کارو ادامه بده. آقای سپاهی، به عقیده شما حالش تا فردا خوب میشه؟ با خدا، ظاهرا ناراحتیش فقط اینه که نمیتونه پاشو حرکت بده. میگم شاید پاش سرما خورده. والا علتشو نمیدونم. آهای، اگه دارین راجع به دختر من حرف میزنین به کسون قول میدم که هیچ مرضی نداشته باشه. این ورپایده ناز میکنم. تازه اگه عیب و نقصی هم داشته باشه خودم معالجش میکنم. بریم یه سریم به رحمان بزنیم. آره بیچاره، اونم حالش خوب در نیست. بله بله، شما برید همون رحمان رو معالجش بکنید که امیدوارم سر به تنش بباشه.
به پدر و مادر و بزرگتران باید با ادب باشیم. آقا معلم باید چی باشیم؟ با ادب باشیم و بدانیم که سرپیچی کردن از فرمان پدر و مادر گناهی بزرگ است. بزرگ است. تموم شد. باز دیگه کسی چیزی ندید. خوبه؟ آفرین. خیلی خوبه. شما ادب با الف جونم نباید. نگاه کن غلط نشد. بدا تو برده اصلاح. خب حالا چون شما میفرمایید دیگه نمیزنم. بفرمایید اینم تا تو ساعت گفت بده. مال خود چی؟ مال خودم باشه؟ چی؟ باید خودم شما آخر آبت نمیده کردم من بچه ها ساعت من دیگه برید صف ببندین برید خونه هاتون. خوب باشین. خدا این برید. آقا معلم سلام. آقا معلم سلام. رسید چیه؟ چه خبره؟ گلناز حالش چطوره؟ برای همین اومدم پیش شما. هنوزم نمتونه از جاست بلند شد. همش گریه میکنه و میگه رحمان مرده. دستم به دامنش. یه کاری بکن. این دختره داره از دست میره. باباشم چه این خیالش میره. خیلی خوب بریم ببینیم چی کار میتونه بکنه. گلناز جون آق معلم اومده. ببین آق معلم. سلام گلناز. نامیده باید رحمان از درمانگاه بیاریم. شاید حالش خوب بشه. شما چند نفر هر کدومتون فقط یه انگشتتون تو این آب زدید. حالا نگاه کنین این آب به چه صورتی در اومد. چرک، سیاه و پر از ریشه های مرد. حالا ببینین خزینه حمام شما چه وضعی داره که هر روز عده زیادی خودشونو توش میشورن.
بنابراین میخوام از شما خواهش بکنم کمک بکنین تا خزینه رو به دوش تبدیل کنیم. موافقین؟ موافقین. چیه موندلی؟ پیشنهادی داری؟ یه پیشنهاد دست اول دارم. اجازه بدین برم زنگو بزنم. الان وقتشه و وقتم میدونین که تلاف حیف نرم. خیلی خوب. برو بزن. خب هر کس در مورد این کار میخواد کمک کنه به چت خدا مراجعه کنه تا اسمش یادداشت بشه. بله خب باشه. من دارم میشم خونه بی بی مریم. دلت بخواد قرار عروسی رو با اون دلی بذارم یا نه؟ چرا دست از سرم ور نمیداری بابا؟ من اگه میخواستم زن موندعلی بشم که کارم به اینجاها نمکشید. میدونم که به انتظار رحمانش هستی، اما اون مرد و هفت کفنم پوشونده. اینو خودم میدونست. حتی آخر عمر دم خواهی شوهر بکنی؟ بسیار خوب. منم هر چی جهاز داری همه رو میبرم میدم به بی بی مریم. به کوری چک به تا چهار روز دیگه هم باش عروسی رو کنم. تا هم همینجا بتمرد به انتظار رحمان برپریدم. بله من میرم خونه گل. وقتی که از خدا و رحمان اومدن بیارشون اونجا. خدا حافظ. هرچند رحمان رقیب منه ولی چون شاهنگی معنی نداره. باش نمیخوای قبول کنی که اون زنده است؟ چرا نذاشتین خودمو راحت کنم؟ آخه زندگی بی رحمان به درد من میخورم. ناز جان تو زنده ای؟ همون دو باید برم. حالا بلند شو.
بکش. از کت خدا آقا معلم خجالت نمیشی، از من خجالت بکش. دل کن لب رو چرو بقیهش باید پر خرمند دیگه. حالا ببرش استراحت بکنه چرا. برو برو جان. خوب کت خدا، حالا راضی کردن پدر گلناز برای عروسی دیگه با شما. البته البته اون با من. یاری داره من ندارم، من که دل از آهن و مفرق ندارم، من از هیچم دارم گلناز ندارم. چه چه غریبه اولا من سر تو آفتابندی بلو شدی تا دلم درد میکنم. گله؟ آه سمارو دیگه بزیدی که آره سمارو درد میکنم. حتما پرخوری کردی، کاش ببرم یه جایی که دوایی زده کمر درد بزرم. آی وای دلو هیکل کج و کوله ای داره. ما بالاخره نفهمیدیم کمرشه دلشه کلته کجاته. اینجا الان خوب میشی باز یه وای میکنم مغز تا خوب کنم. وای دلو گفتی کمرم سرو خواب دم درد میکنم. ببخشید آیه افرین، این غریبه پرخوری کرده کمرش درد گرفته. آوردم اینجا که یه قرصی بهش بدین. من آخ دلم دلم دل درد میکنه. دلم درد میکنه آره کمر اونم درد میکنه. داکن وا این رو دوا شدی آره آی سارو چه تا دیگه خدا شاهد الان آقای سپاهی یه قرص بهت میده خوب خوب میشی. قصه نخواه آقای سپاهی همه رو خوب کنه. آخ قربان شما. وا الان خوب میشی. برو بالا جونم، برو بالا. خوابی میکنه از شما درد نکنم. خیلی هم باده آی کارو دبره کن الان خوب میشی میگم. گسته نخور جان من. موندنی ساعت جان ساعت بار آی زنو بردن بلاخره 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 بریم بلاخره به ما حفظه نگفتی کجا در میگم. کمرو دلو دلت هم گفتی جایی سرو سرت هم گفتی جایی نداره ایجی در نکنم. نگفتم میبرم از یه جایی که دوای مجانی به دردن ناکه دیگه. آخ ندیشه میزنم مخ دام بای کمرو خوب آخ دلم هم درد گره دلش بدرش میتره که دلش کمرم هم درد میکنم. من درست از اون ساعت دو ساعت تو مطب بودم که حالا برم هم درد گره بدرش رویبان متلاشی بشه ای خوب کمرو نمیگه کمرو سرو سرو دیگه کجا دلو دلو بای 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 جدا 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 من جدا ندارم بردم جدا 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 یه تک خورس جدا همین جدا 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 دوا داده بودیم مرد. مرد؟ مردم جمع شدن میخوام بیارنش خونه شما. اول به حرفای من گوش بدید. این اگه ناحساب گفتم منو چیکه چیکه بکنین از این در بریم. درست میگم. لعنت خدا بر دلش یا شیطون. فکرشو بکنید که این ولایت تا وقتی آقا معلم نیامده بود چه حالی داشت. مدرسه نداشتیم، هموم نداشتیم. اون مرد شده این مزخرفات چی به تو چه مربوطه که مدرسه نداشتیم، آب نداشتیم، نون نداشتیم؟ همین همین بابای من با سرکتاب و چرک شما رو گول میزد و جیباتون رو خالی میکرد. دختری بی حیاتی در اون سرکلت و خورد کنم.
چیه؟ چه خبره؟ این درویش کو؟ بابا باید اینجا تماشا بکنید آقای سپاهی. بفهم. اینجایا. آقای سپاهی معاینه بکنیم ببینیم چی شده این. وای چه پلکای کلوفتی. بابا. من فکر میکنم حتما نفس کشتن یادش رفته یا اینکه فوت کرده. مالان یه خونش هم؟ بله مرده. خب باید خاکش کرد. چیچی رو باید خاکش کرد؟ باید تکیف جمجم بشه. مملکت قانون داره. من در اختیار کل خدا هستم. ولی اینو باید خاکش کرد. خوب نیست رو زمین بمونه. موافقت کل خدا؟ بله بله موافق. خیلی خوب پس ببریدش. بلند کنید جنازه. ما بی تقصیریم، ما تقصیری نداریم، خدا بی تقصیریم، ما بفرکت خدا مشخزنفره تو دیگه چرا مشخزنفر؟ بالا ما بی تقصیریم، این آمیرزای خدا نشناس من گول زد به من گفت 50 تومن بشت میدم این کار رو بکن دروغ میگه، باور نکنی دروغگو تویی که به مردم تهمت میزنی خجالت نمکشی؟ ما دیگه آمیرزا نمیخواییم این باید از اینجا گورشو گم کنه و بره این باید از اینجا بره تو خدا مجده ساکت گوش کنید بیرون کردنش هیچ فایده ای نداره میدونین که ما اینجا جاده ماشین رو نداریم بنابراین برای ساختن جاده باید دست به دست هم بریم و هم آمیرزان باید مثل همه ما بریم یالا بجام اینجا من آی سپاهی گفتن هر چیز رو ترواز این جاده ساخته بشه به نفع خودمونه ماشین میادان چی میرنگ خواه بیم کار میکنی همین را خود میزنه از جلو چشم بکنی کنا سوز که تو خورم میفزمتون بالا حالا که خودت سوز شدی بدبخت بینما یالا کار رو بکن میگفتم اشو دیگه بجام یالا هر چیز رو کار بکنی جام جام فعالیتی تو اگه خوب برده بودی کار ما به اینجا نمکشی حاله بکن بابا الهی که قربون اون خط و بالات بشم مرگم جا الهی که پیش برگی بشم مرگم جا افسوس که آمیزاد اونها دو عملگی افتادم بجر نگاه میکنی آمیزا کار تکه تو مادا برو بابا بفرما میگم یکی میگم کار تا بکنم خدا بیچارت کنه آمیزا که بیچارم کردی بسم تو چند بخشی کنه آمیزا کنه بونده بکنه مردنه چیز مردنه آدم میمونه نه کازدنه چیز کار کرده نه نه میکنی چی بسته دیگه گلناز با سورشو در آورد اخماتو با کن دختر بخند اون از عروسیش با موندلی که دوستش نداشت اینم با رحمان که دوستش داشت یا بپوش الان میان ببرن ببرنو کجا ببرن عروس بیجاز و کی مخواه دختر بمیره بهتر از تو بیجاز بره خونه شوهره نه 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 حرفا چیه پسکتو نخون آه معلم خودش کارا را روبرا میکنه اومد اومد I'm here to get out of the mud. Look up and
میکنه عروس که ناز میکنه ناز به جهان میکنه مهان سلام آدم بازم میارن واسه عروس جهان مهان سلام آدم بازم میارن واسه عروس جهان امرون مرده واسه من رفته زن رحمان شدن پیر تو در بیارم خیال کردم من هنوز زشت داختم خفاش میکنم آمیزا آمیزا خسته نباشی خام خسته باشی آمیزا چه نمیای عروسی دخترت خوب نیست آقا ناسلامتی تو بابایی خام نباشم که بیام از ریخ بکم بیدارم یادم بکم برای عروسی که نمیام اما اگه زنده موندم برای کفر و دفرش بیام آمیزا آمیرزا از خر شیطون بیا پایین بالاخره دخترت هم جازم بهش نمخوای بدی نده اقلا بیا سرپرستیشون بکن گفتم نمیام دیگه نمیام باش بای کاره مدت ماموریت من تو دهکده شما دیگه تموم شده و من ناچارم که شما رو ترک بکنم. من خیلی خوشحالم که تونستم با کمک پدر مادرای شما اینجا مدرسه درست کنم که شما توش درس بخونین و باسواد بشین. حالا دلم میخواد به هم قول بدین که بچه های خوبی باشین. مگه ما بچه خوب و درسخونی نبودیم که از پیشمون میدیم؟ نه شما بچه های خوب و زرنگی هستین. من از همه تون راضیم. پس چرا ما رو کلمه زرده میدیم؟ خب آخه کار من تموم شده. فرده آقا معلم دیگه میاد که از منم بهتره. من واسه کن کاغذ بنویسم. حتما این کارو بکنین تا منم براتون کاغذ بنویسم. خب خدا خدا نصیحت های من رو فراموش نکنین. خدا حافظ بچه ها. خدا از مهمون نوازی شما خیلی ممنونم. شما اینجا مهمون نبودید، شما جز خانواده ما بودیم. ما به شما اونس گرفتیم. منم به شما اونس گرفتم. دلم میخواد سالهای زیاد پیش شما بمونم اما چاره ای جز رفتن ندارم چون ماموریتم تموم شده. خداوند سفرتون رو بی‌خطر کنه. مطمئن باشین سپاهی دیگه ایم که جای من میاد با من هیچ فرقی نداره. خب خدا حافظ. خدا به همراه. خب موندلی کجا؟ برا بختش هم میبنده که بیاد اونو به دست شما میسپرم. خاطر جمع باشه که سه برارم ازش مواظبت میکنم. وقتی هم که اصابش معالجش خودم میارم تحویلت میدم. ممنونم. خدا حافظ بیبی مرگم. بامون خدا. خب مشقدم فر هر بدی خوبی از ما دیدی ما رو حلال بکن. اختیار دارید آقا معلم. شما جز خوبی کاری نکردین. ما از شما راضی هستیم. خدا هم از شما راضی باشه. خب خدا حافظ. خب خدا حافظ بی بی راضیه. خدا حافظ. دلم نمیاد با شما خدا حافظی کنم. گریه نکن بی بی راضیه. انشالله وقتی موندلی رو آوردم همه تونو میبینم.
من از جدایی شما دوتا بیشتر از همه رنج میبرم، اما مطمئن باشین که هیچ وقت فراموشتون نمی کنم. توقع من از شما که برادر خواهر من هستین اینه که این برادرتون رو هیچ وقت فراموش نکنید. چطور شما رو فراموش بکنیم؟ ما شما رو از جونمون بیشتر میخواد. خیلی ممنونم. رحمان تو باید از گلناز مواظبت بکنی تا گلناز هم بتونه از رضا کوچولو مواظبت. چشم آقای سپاهی، روز چشم. خدا حافظ. اطاعت خدا حافظ. خدا نگهدار.